نهایتا گواهینامه دانمارکیم رو گرفتم. خب توی این ویدیو میخوام در مورد چالش هایی که برای گرفتن این گواهینامه طی کردم رو با شما در میون بذارم، امیدوارم که به دردتون بخوره. با من همراه باشید در ادامه ویدیو. ویدیو در مورد اینکه هزینه های گواهینامه چه شکلیه، مراحل چه شکلی هست، یه توضیحاتی بهتون داده بودم. ویدیوش رو، این لینکش رو میذارم بالا، دوست داشتین از اونم یه فلش بکی بزنین اگر اون رو ندیدین. اطلاعات خوبی در مورد هزینه ها و مراحلی که باید طی بکنین گذاشتم. ولی در مورد چالش هایی که با خودم باش روبرو شدم بعد از حالا توضیحاتی که توی اون ویدیو دادم، میخواستم در مورد گرفتن گواهینامه یه چیزهایی رو به اون ویدیو اضافه بکنم. اول اینکه خودم بعد از اینکه تمام مراحل مربوط به شهرداری و کارهای مربوط به پزشک و گواهینامه در واقع سلامت و این حرفا رو انجام دادم و یه فرم انسوینینگ یا در واقع اپلیکیشنم رو پر کردم و مراحلم رسید به در واقع مدرسه رانندگی، کلاس های رانندگی. اولا که نزدیکترین مدرسه رو انتخاب کردم که بتونم توی رفت آمدم به این کمک بکنه به خونه، یعنی تو مسیر بین خونه و مدرسه با مشکل زیاد بر نخورم. و موضوع دوم این که تو کلاس های تئوری ثبت نام نکردم، کلاس های تئوری که خودی خود در واقع مدرسه زبان در واقع برگزار بشه شرکت نکردم و از طریق سایت pove.dk یا pove.dk که حالا لینک شما از پایین میذارم که راحت تر دسترسی داشته باشین تو قسمت دیسکریپشن، از طریق سایت با یه گرفتن اشتراک یکی دو هفته ای اولین در واقع تلاشم رو برای گرفتن گواهینامه انجام دادم برای قسمت تئوریش، که متاسفانه توی قسمت اول تو تلاش اول در واقع اون نمره لازم رو کسب نکردم و با یه در واقع اشتباه بیشتر متاسفانه افتادم. ولی میخوام برسم در واقع به این قسمت. اولین در واقع موضوعی که میخوام باش در مورد صحبت بکنم و تئوری هست. یک، همونجور که عرض کردم، پیشنهاد بنده به شما اگر میخواین توی تئوری شرکت بکنید به نمره خوب رو بیارین، به نظر من بهترین سایت همون سایت pove.dk هستش که گفتم. خب همونجور که میبینین همون سایت، صفحه اصلی سایت pove.dk هستش که شما میتونین زبانش رو به انگلیسی تغییر بدین اگر به زبان انگلیسی میخواین امتحان بدین، ولی خب دیفالتش به دانمارکیه. شما همون صفحه اصلی دو تا آپشن دارین که میبینین، یکیش درایوینگ تست، آنلاین تست تستش، و اون یکی هم تئوری بوکه که در واقع کتاب رانندگی که از شما قراره امتحان داده، از شما امتحان گرفته بشه رو اینجا به شکل PDF و ویدیو شما بهش دسترسی دارین. که خب من خودم به شخص از این تئوری بوک زیاد استفاده نکردم و فقط بخشایی که درش شک داشتم و یا خیلی وقت بود که دیگه ازشون استفاده نکرده بودم، یعنی از یادم رفته بودن، منباب یادآوری از این در واقع قسمت استفاده کردم و بیشتر وقتم رو گذاشتم روی آنلاین تست ها. قبل از اینکه حالا برم به سمت آنلاین تست، این رو اشاره بکنم بهتون که این قسمت تیپس رو حتما بخونین قبلش، که یه راهنمایی کلی در مورد خود تست بهتون میده که چه شکلی برخورد بکنین، چه کارهایی رو انجام بدین. بعد حالا بریم سمت آنلاین تست. شما سه تا سربرگ دارین، یکیش سربرگ همون تئوری تسته، یکیش بیسد آن اسپسیفیک تاپیکس یا
بر اساس موضوعات مشخص و خاصی اینجا تست داده شده واسهتون. منظور این هستش که شما به عنوان مثال توی علائم راهنمای رانندگی مثلا یا قوانین مربوط به مثلا یه قانونی توی راهنمای رانندگی مشکل دارین، شما میتونین اینجا انتخابش بکنین، فقط از اون در مورد اون موضوعات فقط ازتون سوال پرسیده بشه، دسترسی داشته باشین به اون سوال ها. من خودم همه این تست ها رو که میبینین 42 تا بیشتر تست نیستش. امتحان تئوری از 25 تا سوال تشکیل شده که هر سوال خودش 4 5 تا در واقع ساب برانچ داره، زیر شاخه داره که اگر شما یکی از این زیر شاخه ها رو غلط جواب بدین در واقع کل سوال براتون در واقع کل سوال رو در واقع از دست میدین امتیازش رو. مثلا سوال یک از 4 تا زیر شاخه تشکیل شده، شما یکی از زیر شاخه های سوال های زیر شاخه رو غلط جواب میدین، فرق نمی کنی که هر 4 تا رو غلط جواب بدین یا همون یه دونه رو، شما کل پوینت اون سوال اول رو مثلا از دست خواهید داد. بار اول توی هفته اول که عرض کردم برای امتحان میخواستم حاضر بشم و متاسفانه نمره قبول رو نیاوردم، اول اینکه زیاد چیز نکردم، دقت نکرده بودم به این سایت و زیاد خودم رو درگیر نکرده بودم خلاصه، ولی توی یکی دو هفته تونستم بار دوم امتحان بدم و نمره قبول رو بگیرم و اصلا کار سختی نبود. ولی متاسفانه حتی خود معلم ها هم میگن بخش توری خورده چیستان توره. حالا شما خودتون بهتر بعد از اینکه وارد مراحل شدین بهتر متوجه منظور میشین، نمیشه با مثال و اینجور چیزا توضیح داد، یه خورده بیشتر امتحان نیست، میگم چیستان توره. متاسفانه چی میگن اطلاعات شما رو محک نمیزنه، یه خورده سوالاش یه جوری هن و شاید اذیت بشین از این بابت، و بیشتر من سر اون قضایه بود که بار اول هم با یه اشتباه بیشتر در واقع نمره قبلی رو نیاوردم. خلاصه بخش توری رو که دیگه پاس کردم، برای بخش عملی به هیچ وجه نگران نباشین، چون با توجه به اون اطلاعاتی که توی قسمت تئوری به دست آوردیم و مهارتی که توی رانندگی شما توی سالهای قبلی توی ایران داشتی، موضوع خاصی پیش نمیاد، فقط یه خورده دقت بیشتر و اینکه با تومنینه بیشتر رانندگی بکنیم و به تیپ هایی که مدرستون میده توضیح بدیم گوش بدیم و نمره قبولی رو همون بار اول من گرفتم و اصلا مشکل خاصی پیش نیومد واسه من. و اینکه ترجیح من خودم ترجیح دادم که توی شهر کوچیکتر باشه که اون جاهایی که قرار امتحان گیرنده از من امتحان بگیره شهر بزرگ نباشه که من بتونم تمام سوراخ سنباهش رو به قول معروف بشناسم و به مشکل بر نخورم، اینکه کجا بایستی در واقع دقت خاصی به رایت هند گیو وی دیوتی داشته باشم این حرفا. حالا شما خودتون بیشتر در جریان خواهید بود وقتی این معلومات رو شروع بکنید. بعد این موضوع شد باعث شد که دیگه این امتحان واسه من هم راحت تر شد. مورد بعدی که میخواستم اشاره بکنم در مورد هزینه هستش که من در مورد به خاطر فیل شدن مجبور شدم پرداخت بکنم. شما برای هر بار که فیل میشین و میخواین که دوباره مراحل رو برای گرفتن این کارت ادامه بدین، شما نیازمند پرداخت 890 کرون هستین که به زبان انگلیسی باشه. البته شما اگر مثلا یک بار افتادین چه طوری چه عملی، شما مجبور به پرداخت 890 کرون هستین که البته این به تاریخ امروز هست که چون من یه بد شانسی هم که آوردم هزینه های گرفتن کارت گواهینامه متاسفانه توی 3-4 ماه اخیر افزایش پیدا کرد و این قانون شامل حال من هم شد. خب این موضوعاتی بود که میخواستم در ادامه گواهینامه بهش اشاره بکنم و در واقع توضیحات تکمیلی داده باشم که بتونه توی گرفتن گواهینامه بهتون کمک میکنه. باز تمامی سایت ها و تمامی لینک ها و تمامی مواردی که به هم کمک کرد سعی میکنم تو قسمت دیسکریپشن بنویسم پایین ویدیو که شما دسترسی داشته باشید و راحت باشه واسه تون.
فعلا تا دیدار دیگر، باز هم از لایک و سابسکرایبتون به خاطر حمایت کانال من خیلی ممنونم. تا دیدار دیگر، خداحافظ.